می نویسم به نام عشق و برای عشق. با عرض سلام به آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. نمی دانم چگونه بیان کنم آقا جان. پسرم زیر تیغ قصاص است و هرچه می کنم خانواده آن عزیز از دست رفته رضایت نمی دهند. آقا جان، من همین یک پسر را دارم که جانم به جانش گره خورده است. بیپناهیشان را در این نامه ها فریاد می زند. این نامه هایی که بعد از این که قباروبی انجام می شه و به این مکان منتقل می شه، ما اینها را دستبندی می کنیم و دقیقا خونده می شه و نیازها تشخیص داده می شه و به قسمت های مربوطه آستان قدس ارسال می شه. زری خالی از ظاهر شده، اما نجواهای بسیاری هنوز به گوش می رسد. من خادم امام رضا هستم، شما یه نامه به امام رضا نوشتین، درسته؟ بله. این نامتون خونده شده الحمدلله. شما دارین جدی میگین یا دارین سر به سر می زنین؟ نه خانم محترم. نامه هایی که زائران داخل زری انداخته اند، سواک شوند، سوار بر کشتی سرنوشت می شوند. من رو جمعه کشیکم حرم بگو جمعه ساعت 6 بعد ظهر بابا بیاد تا همه هم کنیم بینیم و طرفات چکا کنیم. همین جمعه شده؟ بله. حاج احمد خاکشور موهایش را در پرونده های صلح و سازش سپید کرده است و حالا یک سالی است که در قالب طرح سفیران زامن آهو پرونده های قصاص را دنبال می کند. از کل کشوری نامه ها به دست شما می رسد؟ از کل کشور. برای همه کشور شما پیگیری می‌کنید؟ به همه کشور پیگیری می‌کنید. شاید 90% چه موفق شدیم. نه ما به خاطر ما، به خاطر وجود ولی نعممون آقا علی ابن موسی رضا. پیمان پدر دو دختر به واسطه همین رضایت‌ها از تیغ قصاص نجات یافته است. ای کاش من مردم و زنده بود. با اینکه گذشت کردم اما هنوز دارم از عمر دارش در بود. هرچند به امن نبوده، خدا میدونه که به امن نبوده. وقتی به قصاص که اومد لحظات سختی بود. خدا از واقعا بزنه بچه‌ام فکر می‌کنم آها من قصاص کنم زنه بچه‌ام باید چیکار. خودم برای بابا رسم نامه نوشتم. چند روز بعد خبر می‌دهند که در تبریز نزدیک است که جوانی سرش بالای دار برود. با گروه خادمان رضوی عازم دیار عاشقان عمل فضل می‌شوند. کس نامید از حرم. خانواده دل شکستند، اما به رسم میزبانی اهالی آذربایجان به خوبی پذیرای خادمان می‌شوند. جوانشان را در یک نزاع دست جمعی مفت از دست دادند. دلشان زخمی است، زخمی که با دیدن پرچم گنبد علی ابن موسی رضا علیه السلام کمی مرهم می‌یابد. گذشت کردیم برای رضای خدا و آخرت. این بالاترین معامله است با خداوند متعال. برادر اعلام می‌کند که می‌بخشد. الان این پرچم رو شما آوردین اینجا دیگه نمیتونم حرفی بزنم. چه اگه حرف بزنم این 34-35 سال چه دارم فریاد میزنم یا امام رضا یا ابوالفضل دیگه اینا رو من دیگه باید ترش بدم. و بعد از او پدر و مادر دیگه قربون قدمات بشم دور امام رضا بگردم. یکی در آن سو با دیدن پرچم میبخشد، یکی در این سو در پیشگاه حضرتش اعلام میکند که میبخشد. امام رضا جان، بخشیدم به عشق تو، از حق پدرانه خودم گذشتم تا هم از خدا بخوا از من بگذره. این امام رعوف دانه های بخشش را در میان مردمان این دیار قسمت کرده است. مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.